سلام و برعکس دوست داشتنی مستر کارشی هستم و خوش اومدین به یک گپ تایم دیگه. یه خورده گپ بزنیم بچه ها، واقعا خسته شدیم همگی. یوتیوبرهایی که نیم ساعت پلی میدن، یوتیوبرهایی که روزی دو سه تا ویدیو میذارن توی کامیونیتی رویال، واقعا خسته شدن. من راجع به مابقی نظری نمیدم، چون ببینید روزی یه ویدیو گذاشتن خیلی ایزیه به نظر بنده، خب، ولی میخوام راجبه همه چی میخوام صحبت کنم، خب، ولی من حتی میخوام یه اشاره خیلی ریزی به درآمدم بکنم که خیالتون راحت باشه. فکر نکنید خبریه تو این کامیونیتی. من میتونم سقف درآمد کامیونیتی رویال رو بهتون بگم. سقفش دست منه، من میتونم بهتون بگم. من نزدم و نمیگم من زدم، نه اشتباه نگیرید، میگم سقفش دست منه، چون من خودم یوتیوبرم، واچ تایم هم مشخصه، ویو مشخصه، اوریج ویو دیوریشن هم همه چی مشخصه، خب. و عرضم به خدمتتون، چرا ما روزی دو تا سه تا ویدیو میذاریم؟ آقا شاغلیم، شغلمونه، درآمدمونه، منبع درآمدمونه. رفقا بذارید رک باهاتون صحبت کنم. اخویا، من راجب خودم و آرمان صحبت میکنم، حتی راجب میلاد فانتوم هم صحبت نمیکنم، با اینکه از شرایطش خبر دارم، از مشکلاتش خبر دارم، ولی راجب خودم و آرمان صحبت میکنم. میتونم ریز با جزئیات بهتون بگم، نه اون از من ناراحت میشه، نه میگه آقا چرا همچی حرفی تو ویدیوت زدی. خب ماها دستمون تو جیب کسی نیست، بعد برداشت نکنید. نمیخوام الان که راجع به میلاد صحبت نکنم، نمیخوام بگم میلاد دستش تو جیب کسی ها، نه، میگم از شرایط میلاد کامل خبر دارم، ولی میخوام خودم و آرمان رو براتون توضیح بدم شرایطمونو. ماها دستمون تو جیب کسی نیست بچه ها. آقا آیا دست آدم تو جیب پدر مادرش باشه بده؟ خیر، اتفاقا پربرکته، اصلا به زندگیتون برکت میده. بعدها اینو متوجه میشید، بعدها میفهمید که چقدر خوبه. بچه ها من بعضی اوقات شده، بعضی اوقات که نه، این نت ما رو پارسال که اکانت کالاف میخواستم بخرم واسه تولید محتوای کالاف، ببخشید من گفتم بیارم رو دی ان اس قطع وصلش، چون کانفیگا تخمی شده. خب پارسال که من میخواستم اکانت بخرم واسه کال آف دیوتی، واقعا تو مضیقه مالی بودم، واقعا. چرا؟ چون گفتم رویال پلی نمیدم. بچه ها وجودشو داشتم، سه ماه پلی ندادم، با اینکه منبع درآمدم بود، که الان یه عده ملاقه به دست منو مسخره میکنن. داداش من اینقدر خواهشو داشتم، به احترام اون کار سه ماه بازی نکردم. من، آرمان، میلاد فانتوم بازی نکردیم، منبع درآمدمون بود، سر سفره پدر مادرمون نبودیم که، خرج زندگی داشتیم میدادیم. خب واقعا تو مضیقه مالی بودم. من از مادرم یه تومن قرض کردم که اکانت کالاف بخرم، هنوزم بهش ندادم. خب ولی بچه ها اون یه تومن، باور کنید، یکی از پربرکت ترین پولایی بوده که من داشتم توی این حداقل دو ساله. چرا؟ چون از پدر مادرم گرفتم. نمیگم بده، میخوام بگم ما ارد ناشتا نمیدیم بچه ها. این که تو فشار میایم یه حرفی میزنیم، اولا که الان من بازی نکردم، بذار من اینو ببرم کنار، کاپ من 1400ه، فکر نکنید من میخوام اینو بپوشونم و نه، میخوام وسط باشه، بالا باشه. خب میام بالا، کاری نداره، الان 1500 تا به 10000ه، 100 تا دیگه من میام تو رنگ. دیروز که من رفتم منفی زدم رفتم پایین، 1400 9400 بود، تاپ 9400 تاپ 10000 بود. پس بازی آنچنان الان آسون نیست اینجایی هم که ما هستیم. من اینو نپوشوندم که نبینید، نه، اینو گذاشتم اینجا که این بالا باشه. خب چی داشتم میگفتم؟ آها، الان فشاری نیستم، بتلم نزدم، اتفاقا حالم هم خوبه. چرا؟ نگاه کنید، 8 دقیقه پیش من اسپلشیار زدم با ترکیب مهد بالونی، این ترکیبی که بهش میباختم زدم، ترکیبای زدم و زدم تا حدودی. حالا فشاری نیستم که این حرفا رو دارم میزنم، به شدت آرومم. چرا حالا اومدم دارم راجع به این داستان صحبت میکنم؟ چون میلاد
دیدم تو چنل تلگرام، حالا بچه‌ای که عضوم میدونن، اونایی که عضو میسن داستانی بوده. آقا گفته من دارم دنبال کار میگردم، میخوام یوتیوب رو ول کنم چون نمیتونم محتوای آنچنانی ارائه بدم. اون محتوایم که ارائه میدم میگن آقا داری فشار فیک میخوری، داری فلان میکنی، داری بیسه. میخوام راجع به اینا صحبت کنیم بچه ها. وقتی من میام میگم آقا اگر من مجرد بودم، اگر منبع درآمد دیگه ای داشتم، مطمئن باشید رویاله که ول نمی کنم سیدا. رویال ببین، این کامیونیتی و من خار تو چشم یه ادم ول نمی کنم که داداشا. اینقدر پیوی الان من دو روز فشاریم، عرضم به خدمتتون گفتم پوشکاب نمیذارم، اون ویدیوی پیروز پوشکابم اینقدر گودرمال بود، من ول نمی کنم که. من باید باشم، یعنی اگر روزی جای دیگه منبع درآمد داشته باشم، میلیاردی هم درآمد داشته باشم، این کامیونیتی رو در حد این که هفته دو تا پوشکاب براتون بذارم، اخبار و ریاکت بذارم هستم، یعنی خیالتون راحت. مگر این که چنلمون بپره کلا، مگر این که اکانتمون بپره، متوجهی؟ در این صورت من ولش من ول نمی کنم که. اینقدر دگی تو پی وی. آقا وقتی میام من میگم آقا خسته شدم بچه، واقعا خسته کننده شده. یکی از بارها گفتم افتخار میکنم به این داستان. میبینیم میبینیم یه لحظه وایسید. یکی از متنوعترین چنلای رویالی کامیونیتی فارسی در اختیار بنده است. کسی نمیتونه عرض اندام کنه تو این داستان، هیچ کسی نمیتونه عرض اندام کنه. متنوعترین چنل یوتیوب رویال فارسی در اختیار منه، هر کی هم کاری میکنه داره از من میره. بحث دست بالا گرفتن اینا نیستا. آخه دارم تو کامنت های ویدیوها دارم میبینم هیچ چیزی غیر پوشکاب نمیتونی، هیچ چیزی غیر فشار نمیتونی ارائه بدی. الان بررسی میکنیم آقا پلیلیست، این که دیگه هست دیگه، برید خودتون نگاه کنید. خلاشو کامیونیتی که ریاکت به میلاد فانتوم ارزشو داره کسی بره این کارو بکنه، ببینم میخوره اینقدر ویو. هر کسی داره کوسچر میگه. گوبلین کوین جرنی کلا اومدم مودشو جدا کردم، اگه بتلی بزنم این تو میذارم. سایکو فشاری نشی، گپ تایم، اسکواد باسترز. حالا اسکواد باسترز چرا نمیذارم بذار توضیح بدم بچا، چون به قول میلاد وایبش خوابید. از اون طرفی هم مخاطب نمیخواد، آقا یه تعداد محدودی میخوان چنل من رویالیه، خب من نمیذارم. برای چی بیام پافشاری کنم روی داستان؟ و الا راحت میتونم روزی یه ویدیو از این بذارم. خب چالشای من و میلاد دو به دو با آرمان، کینوبتره، تاپ 10، رنکبندی کلش رویال، کارتهای تکامل یافته، خلالون، باز کردن جوایز، آکادمی ایکسپو، مستراداموس، میمستر، بازی های دوستان، ایده های کلش رویال، معرفی فصل های کلش رویال که حالا این اشتباهی شورت ویدیو اومده این تو، باگ های کلش رویال، نوب پارتی، چالش های کلش رویال، حواشی کلش رویال، بهترین ترکیب کلش رویال تو هر فصل، بالانس چنجر، ریاکشن پلیرهای کلش رویال، آپدیت کلش رویال، بالون سایکل، ویدیوهای کوتاه و فانیدون. شما برو ببین توی کامیونیتی فارسی اصلا همچی چنلی میتونی پیدا کنی؟ ایرادم میخواید بگیرید، ایراد منطقی بگیرید، نه به منا، به میلاد فانتوم. بچه ها بارها بهتون گفتم، بارها بهتون گفتم مواظب به حرف زدنتون باشید. آقا سیدا شما بیا زنده و مرده بالون سایکل یکی کن، من تخمم نیست، به خدا نیست، به من فوش ندی ها، به من فوش ندی، ولی بالون سایکل تمام ترکیب تعصبای بیجا رو بذاریم کنار. این یک کری خوندنای ما کریه. حالا اون تایم داریم کری میخوریم، فشاری هستیم کسچر جوابشو میدیم. مواظب به حرف زدنتون باشید، یه کامنت شما شاید اصلا یارو رو زیرو رو کنه. به خدا قسم دیشب تو چنل تلگرام گذاشتم این ویدیوی من 173 تا کامنت، به والله قسم من نمیخواستم جواب این ویدیو کامنت، فقط میخواستم لایک کنم، اونم خودم نمیخواستم، هم دست خانومم، چون گفتم الان دوباره میان میخوان نصیحت کنن، دوباره میخوان هیت بدن. بچه ها به قدری انرژی گرفتم توی این داستان از سر کامنت هایی که گذاشتید. آقا من 35 سالمه دیگه، 34 سالمه ببخشید، آبا میشه 34 سالم،
بچه که نیستم، ولی این چه تأثیری داره؟ توی که این کامنت داری میذاری، من جسارت نمیکنم، مثال میزنم، 12 سالته، 13 سالته، اختلاف سنی رو ببین، ولی چه انرژی میتونی به من بدی؟ حواستون به کامنتاتون باشه، خیلی تأثیر میذاره، حواستون به حرفاتون باشه. این ویدیو کامل روحیم رو عوض کرد، به خدا کامنتاش، تنها کسی هستم کامنت ها رو جواب میدم. به خدا میلاد فانتوم اینجا میگفت چه حوصله ای داری کامنت جواب میدی، گفتم آجی من دیگه عادت کردم. این شاهد زنده از خودش بپرسید، وی نگاهی دارم چوسی میاد. خب و عرضم به خدمتون، پس حواستون به حرفاتون باشه بچه ها. یه کسی که داره تولید محتوا میکنه تو هر زمینه ای، تو هر زمینه ای، اگر دوست دارید حمایتش کنید. ببینید من خودم دیگه از یوتیوبر خاصی حمایتی نمی کنم. آقا عوض شدی، فلان شدی، بیسه. نه عوض نشدم. آخه اگه حمایت کنم دارم تیشه به ریشه تمام آرزوهای اون بدبخت میزنم. میاد یه جایی سرمایه گذاری میکنه، وقتش یه جایی میذاره به خاطر اینکه نمیدونم کونگوشاده، به خاطر اینکه شرایط چه نداره، به خاطر اینکه به خاطر هزار تا چیز دیگه میاد یه جایی سرمایه گذاری میکنه، به بعدن بعد از 2 سال 3 سال به نتیجه میرسه، مثل من، مثل میلاد، مثل آرمان، مثل کیلر. کیلر هم حتی به آرمان گفته من میخوام ول کنم برم، اون که دیگه پلیره، اون که دیگه فشاری نیست، تو رنکم داره پلی میده. متوجهی چی میگم؟ من حمایت نمی کنم از یوتیوبر خاصی، یعنی اینایی که میبینید الان کامیونیتی واسه معد بالینی. خب من 3 سال دارم باش زندگی میکنم، این بشر رو کسشر بارم کرده، کسشر بارش کردم، باش زندگی کردم، از زیر و بم زندگی من خبر داره. بعضی نکته ها هست که من به آرمان نگفتم ولی به معد بالینی گفتم، یا مابقی یوتیوبرهایی که اومدن. متوجهی داداش من یه ازت حمایت نمی کنم، فکر نکن که میترسم بیای جامعه بگیری، نداداش، تو جای خودت داری، من جای خودم. و داداش سرمایه گذاری توی این کامیونیتی جان مولا، از صمیم قلب دارم بهت میگم، به جان هیوام قلبن دارم بهت میگم، اشتباس به چند دلیل. اول از همه اشتباه شده، مگه اینکه بیای کانتنت فوق‌العاده ارائه بدی که چی میخوای ارائه بدی، چی کار میخوای بکنی، چی میخوای بیاری توش. هر کسی الان از یوتیوبرهایی که هستن توی یه سبکی برای خودشون استادن، صاحب سبکن برای خودشون، چی میخوای اضافه کنی؟ دو، کامیونیتیش محدود و کوچیکه. شما یعنی فکر نکن، اینه میخوام بگم در مورد درآمد بچه ها، میانگین درآمد، نمیگم سقف و حداقل، میانگین درآمد برای یک یوتیوبری که به ویو پول نمیده یوتیوب، اینو اشتباه را نکنید، بگی آقا مثلا الان این ویدیوی آخر من 4 ساعت پیش 431 ویو خورده، قرار نیست درآمدش از این ویدیوی پایینی کمتر باشه، یعنی این سندیت نداره. به واچ تایم پول میده. واچ تایم یعنی چی؟ یعنی میزان ثانیه‌ای که از ثانیه شروع میشه، میزان ثانیه‌ای تا ساعتی که ویدیو دیده بشه. آقا من 15 ثانیه میزنم بره جلو، همون 15 ثانیه که میزنی جلو 1 ثانیه‌اش رو می‌بینی از اون یه تیکه ویدیو، اون 1 ثانیه حساب میشه، اینقدر حساب کتاب داره. به واچ تایم پول میده نه ویو. یه وقتی هست من یک ویدیو دارم تو چنلم، بذار اینو بیاریم پاپولار، یعنی محبوب ترینش، این ویدیویی که 19 کا ویو خورده، 19 دقیقه هم هست، به نظر تو چقدر درآمد داشته؟ فکر میکنید چقدر درآمد داشته باشه؟ ذهنی، تو ذهن خودتون، نمیخوام کامنت بذارید. این ویدیو من آخرین باری که 18 کا بود دیدم 15 دلار برای من درآمد داشته. 18 کا ویو خورده، 19 کا ویو خورده، حالا میگیم 18 کا. ولی یه ویدیوی 2x2 با آرمان دارم 40 دقیقه است، 35-6 دقیقه است، فکر کنم اولین پارت یا دومین پارته، اون ویدیو 40 دلار برای من درآمد داشته. وایس ویوش چقدر بوده؟ 4 کا. پس به ویو پول نمیده، به واچ تایم پول میده. این نکته اول، اشتباه نکنید. خب میانگین درآمد بر حسب واچ تایم، تازه اون واچ تایمی هم که هست، آیا طرف وی پی ان فری استفاده میکنه، وی پی ان استفاده میکنه که آقا مثلا تبلیغ نشون میده، تبلیغ نشون نمیده، همه اینا رو باید در نظر بگیرید.
یعنی اینجوری نیست بگی آخ خب من واچ تایم الان این ویدیوم شده ارزم به خدمتتون 50 ساعت که خیلی کمه، 500 ساعت خب پس الان دیگه این میتره که نه آقا شاید اون 500 ساعت کلا 50 ساعتش تبلیغ روش بوده. خب اینا رو بعد در نظر بگیر با بر حسب اینا و کلی پارامتر دیگه، RPM CPM و کلی داستان دیگه، خیلی دنگ و فنگ داره یوتیوب. خب میانگین درآمدی که تو یوتیوب رویال، میانگین نه سقف نه کف، یعنی نه حداقل نه حداکثر، میانگین درآمد یک یوتیوبر رویالی ایرانی به میلیون تومان، به تومان نه دلار، کاری به دلار، دلار کاری به دلار ندارم، به دلار میانگین درآمدش 25 میلیونه میانگین، تازه اگه همه چیش اوکی باشه، میانگینش یه وقتی هست مثل دسامبر آخر ساله، مثلا من پارسال آخر سال، آخر سال میلادی رو میگم، برج 12 دسامبر بنده چنلم 1300 دلار درآمد داشت. چرا؟ چون آخر ساله، من با شما ندارم میگم، چون آخر ساله. خب و عرضم به خدمتون تبلیغات زیاده، درآمد بالاست، ولی از اون طرف فوریه شون که میشه تقریبا اوایل دی ما فکر کنم همچی چیزی بشه، اوایل دی میشه یا اواسط دی، فوریه اونا درآمد ریده، تمام یوتیوبر ها درآمدشون ریده است. چرا؟ چون اول سال تعطیلات کسی تبلیغ نمیده. اینا رو در نظر بگیرید. آش دهن سوزی نیست آقا، نه 25 میلیون خیلی پوله. بله اخوی، برای شمایی که مجردی خیلیه، برای من و آرمانی که متأهلیم، من الان بچه ها دارم 6 میلیون اجاره میدم، 4 میلیون یه جا قسط میدم، 1 میلیون یه جای دیگه قسط میدم، میشه چقدر؟ 11 میلیون. یعنی من ماهی 11 میلیون دارم قسط و اجاره میدم، نه به هم فشار میاد که چرا میدم، چون همه باید این کار انجام بدن، هر متأهلی قسط باید داره، ارزان به خدمت تو اجاره داره، من هیچ وقت اینا رو نمینالم از اینا. خب نه قراره بگم آوی فلان بیساره، نه آقا الحمدلله دستم جلو کسی درازیست، دارم کارم رو انجام میدم و این 11 میلیونش غیر از خرج خونه. پس فکر نکنید بچه داریم چوسی میاییم، ویومون هم پایین نیست، خدا رو شکر، خدا رو 100,000 مرتبه شکر. الان ببینید، حالا غیر از این معمولا چالش ها دیگه کسی نمیبینه، من بعد از این بعد یا دو روز قبلش تو حالت معمولیش ترکیب معرفی کنم، چون دیگه چالش نمیزنم به این سبک، به این سبک چالش نمیزنم، قبل از اینکه چالش بیاد تو حالت معمولی و بی‌نهایتش ترکیبش رو معرفی میکنم. الان نگاه کنید، 9 ساعت پیش 1.5 کا، یه روز پیش 2 کا، 3 کا، 1.2، همینجوری که میای پای. تازه ما اگر بشینیم با هم، ما الان دنبالش نیستیم، الان خیلی ایزی میتونم میام بشینم ویدیوی دو سه نفره، ویدیو دو سه نفره اون 4K 3K 4K با اوریج ویو دیوریشن بالا. اوریج ویو دیوریشن یعنی چی؟ یعنی آقا این ویدیو، ویدیویی که 4K خورده 37 دقیقه، 38 دقیقه، از این 38 دقیقه 25 دقیقهش میانگین همه دیدن، میانگین از این 4000 نفر میانگین 25 دقیقهشو دیدن. این یعنی چی؟ یعنی به شدت عالی. خب هم ویومونو داریم خدا رو شکر، هم درآمدمونو داریم خدا رو شکر، دنبال مغلطه و سفسطه نیستیم بچه‌ها. یه چیزی میایم میگیم، شما رو از خودمون میدونیم. ببخشید من اینجوری میگم، عذر میخوام، منظورم این نیست، میخوام کنه قضیه رو بفهم. آدم حساب کردیم، نه مثل خیلی ها که پیوی بخوای جواب بدی باید پول بدی اگه طرف بخواد پیوی تو جواب بده. نه ما کارمونو میکنیم. حالا الان پیوی جواب نمیدم بچه، من الان خدا شایده خانومم 10-15 تا پیام ده، هیچ کدومش سین نکردم، واقعا تایمایی که اصلا خورده اصلا نگاه نمیکنم. اصلا من تلگرامو پاک کردم، روزی که این ویدیو رو گذاشتم تلگرام خودمو پاک کرده بودم، نبودم یک روز دقیقا تو تلگرام نبودم. خب ولی مواظب حرف زدنتون باشید بچه، ما چوسی نمیایم. از نظر تنوع که بهتون نشون دادم، انواع و اقسام، یعنی نه فقط بیام پوشکاپ بذارم، دوتا ریاکتور هم از توش حذف کن، پوشکاپ ها و معرفی ترکیب هم از توش حذف کن. ببین من میخوام اصلا اینا رو حذف کنم، یه گپ تایم داریم،
مثلا میخوام باز پلی دادن رو از توش حذف کنم. یه رنک بندی داریم، یه تاپ 10 داریم، یه کلا معرفی کارتای تکامل یافته داریم 4 تا، باز کردن جوایز پس رویال 5 تا، مستر اداموس 6، میمستر 7، ایدهای کلش رویال 8، معرفی فصلای کلش رویال 9، باگای کلش رویال 10، نوب پارتی 11، حواشی کلش رویال 13، بالانس چین 14، آپدیت های کلش رویال 15. بازم میگم 5 تاش هست، 10 تا مورد و بخش توی چنلم دارم که اصلا پلی نمیدم. پس دیگه کجا میتونی میخوای این همه تنوع پیدا کنی؟ تنوع هم دارم بچه ها، متوجه چی میگم؟ ما یه حرفی میایم میزنیم بچه ها خودی حساب میکنیم. میتونی میگم آقا چون لقشون. من بارها گفتم الانم میگم اصلا از این حرفم کوتاه نمیام. درآمدم اگر جای دیگه اوکی بشه، اولا اینکه روزی یه ویدیو میکنم، کلن روزی یه ویدیو میذارم یا نهایت دوتا، اونم همیشه پوشکاب نیست. چرا الان من دارم فشار میخورم؟ یه هفته از سیزن گذشته من رسیدم تالار شهرت. آقا میخوای منفی نزنی؟ میزنی دیگه، داری لایف بازی میکنی، پلیر هم توشون هست، پلیر که زیاده، من منفی زدم اومدم پایین، خب فشار میخوره. وقتی که قرار نباشه روزی 3 تا ویدیو بذارم که بتونم منبع درآمدم اوکی کنم، خب کیفیت کارم به تب میره بالاتر. اینا رو در نظر بگیرید بچه ها، اینا همه رو. و الا اینکه کسی قرار، من دیگه ول نمی کنم رویال، که من رویال رو ول نخواهم کرد. خیالتون راحت، آرمانم ول نمی کنه، میلادم ول نمی کنه. مگه میشه؟ جایی که براش زحمت کشیدیم، متوجه چی میگم؟ این الان میریم توی دیتیل چنلمون. 18 جولای 2021 من چنلمو ساختم، یه هفته بعدش هم ویدیو گذاشتم. تا الانم تقریبا از اینکه 5 میلیون 4 میلیون و 300 هزار تا ویو داشتم از همین چنل، که تازه اصلا مخاطب آنچنانی نداره، سقفش میگیم 10K. خب میگیم دیگه بچه‌ها الان اون چهل رو من راه انداختم. آها اون چهل از کجا پیدا کنیم؟ شما نگاه کن، وقتی وارد هوم میشی، خب میای پایین، اینجا پینه، اینجا پین شده، روش میزنی میای اینجا میبینی. اینجا هم دارم آخه ببین، من کانتنت های متفاوت، من تو هر کانتنتی میتونم برم. اینو ول کرده بودم، اینو اوکی میکنم، دو تا ولاگ دیگه گرفتم، پشماتون میریزه اصلا، خنده پاره میشید اونا رو بذارم. ولی اینجا هر روزی نیست، نهایت روز در میونه خیلی بخوام خوب ویدیو بذارم. در آینده میارم ایدهای متفاوت تر میارم، کلی کار میخوام بکنم. اینا اگه خواستید حتما حتما حمایتش کنید، حالا اگر دوست داشتید موضوعشو. پس مواظب حرف زدنتون رفقا باشید، ما یه حرفی هم میزنیم مطمئن باشید یه کامنتی، یه پالسی دریافت کردیم که اومدیم داریم الان این حرفو میزنیم. میدید چی به تو میگم؟ و الا پوشکاب که داداش همش فشار. آقا چطور تو که نمیخوای رنگ بزنی چرا فشار میخوری؟ آقا فشار رو میخوریم دیگه، مگه میشه فشار نخورد؟ شما حسابشو بکن، میری بازی 10 تا، من که ویدیو میذارم، از باختم هم گذاشتم، یه ویدیو بده همشو باختم. آقا مگه باخت میترسم؟ نه، ولی میری هی فشار، هی فشار، هی چرت و پرت داده. خب مجبوری پاک کنی دیگه. آقا شما دوست دارید، خدا پدرتون رو بیامرزه، لطف دارید به ما، ولی بچه ها یوتیوب یک گیر میده، دو من باید حواسم به مخاطبم باشه. اینقدر تو ویدیوها نه، تو کامنت ها نگید کاش اینجا چه کات نمیگه. داداش من باید حواسم به مخاطبم باشه، مخاطب من شاید یک دانش آموزه، من خیلی باید رعایت کنم و این کارو میکنم. شماها مثل داداشای کوچیک منی، مثل خواهرای کوچیک منی، من باید حواسم اینا باشه. مجبورم یه سری جاها رو کات میکنم و میکنم این کارو. مثلا یوتیوب گیر میده رو بنداز دور، تهش نمیخواد درآمد اون ویدیو رو لیمیت کنه کلا. خب ولی آدمیم دیگه بچه، اینو مد نظر داشته باشید. خب مجبورم پاک کنم، خب فشار میخورم، میگم آقا من امروز نتونستم ویدیو بذارم. یه کامیونیتی هم نیست که شما بیا یه ویدیو بذاری مثلا تو یه روز 5 کا. مگه یه ویدیو، من اگر درآمد هر ویدیو میانگین بهتون میگم 40-50 دلار بود میانگین، پس ببینید از این کمتره، اینم نکته.
$40-$50 درآمد هر ویدیوم روزی یه ویدیو میذاشتم. هم کیفیت کارم میرفت بالا، هم به اعصابم مسلط بودم، هم حواسم به بعد به شما باشه. بچه ها شما پس فردا تو جامعه میخواید بیاید آقا یه جا ویدیو این چیه فلان، من همه اینا حواسم از پس سری جا کات میکنم، بدونید خیلی چرت و پرت گفتم که کات کردم و میکنم این کارو. تهش اینه شما نمیخواد ببینید، حداقلش اینه که پیش وجدان خودم راضیم. اینم از این نکته. و اون از اون چنل که ان شاء الله هفته ای دو تا میذاریم، هفته ای دو تا یا سه تا میذاریم. اینم از این چنل میذاریم. آقا هیچ کسی رویال قرار نیست ول کنه، یک تایمی استراحت میخوایم بچه‌ها، واقعا به استراحت نیازه، مغز استراحت میخواد. مغز که زیاد ازش کار بکشی کسخل میشه، کسشر میگه، چرتوپرد میاد توش، شب بیداری داری، پرخوری فکری داری، شب که کلت رو گذاشتی رو بالش کلی فکر میاد، آه اگه من فلان بشم چیکار میکنم، آه اگه من فلان، این میشه مریضی. اینا به حواستون باشه، استراحت نیازه. اینو گفتم بهتون بگم. تایم ویدیو هم تقریبا اوکی شد و یه سری تشکرات داریم. آها یه ویدیو من گذاشتم، ببینید من یادم نرفته، اگر پیداش کنم. یک ویدیو من گذاشتم، اگر پیداش کنم میخوام رو خود ویدیو بهتون توضیح بدم. نمیدونم الان کجاست. یه لحظه وایسید. آه پیداش کردم بچه، اینه که گفتم ویدیو جایزه دار. یادم نرفته، به قرآن یادم نرفته، به خدا یادم نرفته. میدم بچه ها، بذارید شرایط اوکی باشه، چشم به دیده منت. مگه بخواستم اصلا الان بهش اشاره نمی کردم، میمالوندم هم تهش این چهار تا کامنت میگرفتم، هیت میگرفتم، به خیال میشدم. نه اینو حتما اوکیش میکنیم. و اینکه داستان آیپده که خیلیاتون میپرسید توضیح میدم، امیدوارم توی این هفته خبرهای خوبی بشنم. دعا کنید بچه ها، بعد از یک سال و نیم واقعا حقمه دیگه، به دستم برسه و ایشالله اگر بیاد تو آنباکسش و اینو کامل توضیح میدم. تو اون چنل آپلود میکنم ویدیوشو، اون ویدیوی قرعه کشی هم حتما انجام میدم، یه خورده دست و بالم باز بشه، چون آرمان تا حدودی از شرایطم خبر داره. و یه سری تشکرات بکنم. اول از همه مرسی، حتی اگر ویدیو رو نمیبینی و کامنت میذاری، عشقی، عالی، دمت گرم، فدات، کیف میکنیم، منتظر ویدیو ده. حتی اگر نمیبینید، چون همین قدری که ارزش قائلید و این کار رو انجام میدید خودش جای تقدیر داره. دو، بچه هایی که تو وقتهایی که حالمون بده هممون یا مشکلی داریم، چه تو بازی، چه تو کانفینگ، چه تو هر چیزی، پیوی میایید، راهکار میدید، صحبت میکنید، انرژی میدید، واقعا دمتون گرم. واقعا فکر نکنید ما اینا به تخممونه، نه اگه به تخممون اصلا اینجا راجبش صحبت نمیکردیم. و اینکه همیشه میگید آقا هر کاری بکنیم ما حمایت میکنیم، این بچه ها هر چند تعداد اگر کم باشه، این نشون میده یک شخصیت به شدت دوست داشتنی هستی بین اون جمع. حالا یه سری کسچرا هم میگیم دیگه، اونا رو بذارید پای اینکه فشاری هستی. در کل امیدوارم لذت برده باشید، گفتیم همه چی، گفتیم حالت گپتور بود و ایشالله از فردا اوکی میکنیم ویدیوها رو. و اینکه اون دو سه تا ایده جدیدی هم که دارم قطعا میارمش که یه خورده بار کاری و بار پوشکاپا بیاد پای. خیلی مخلصتونم، دم همتون گرم، دم تک تکتون گرم، چه اونایی که ویدیو میبینید، چه اونایی که طرفدارید، چه اونایی که هیترید، چه اونایی که اصلا رویال پلی نمیدید و هستید. من مخاطب دارم، طرف اصلا رویال نمیدونه چیه، فقط به خاطر خودم میبینه. خب این خیلی به من انرژی میده، من چرا ول کنم برم همچین فضایی رو؟ اصلا ایده هایی دارم برای این چنل در آینده، فقط شما دعا کنید برای بنده که بتونم یه مقداری از این فشارهایی که میخورم، از این درگیری ذهنی که دارم بچه ها، فقط و فقط به خاطر این پولیه که به این بی همه چیز دادم بچه ها. و این هر روز ما رو امروز فردا میکنه و هیچ کاریش هم نمیشه بکنی. البته امیدوارم این هفته خبرهای خوبی بشنم. خیلی مخلصم، دم همتون گرم، دوستتون دارم، فراتون میشم گریم.